در دبی بود به نظر. آفرین، همینطوره. این دقیقا همون موقعی هستش که قرار اون دفتر رو تشکیل بده، یعنی قرار اون دفتر رو تشکیل بده، همزمان به حال یه پوششی هم میخواد اونجا باشه، وگرنه ببینید، وگرنه یک کشور، حالا دبی دیگه گفت پشه چی که فشار خونش باشه، مثلا دبی خودش چی هستش که مثلا سفارت خونش میز ایر سفارت خونه آمریکا در اونجا میز ایران داشته باشه؟ بله توی ترکیه میز ایران داره، در بعضی از کشورهای توی عربستان میز ایران داره، اینا که خودشون میگن. ببینید افرادی که اینجا میان میرن اون طرف. شما اگه خاطرتون باشه بعضی از همین افراد عوامل فتنه که دستگیر شدن توی تلویزیون اومدن و مطرح کردن. البته بعدن بعضیا گفتن من خوبه همینجا اینم عرض بکنم، البته نمیخوام به اونا استناد کنم، ولی همینجا اینم عرض بکنم. اینا بعدن اومدن گفتن که بله اینا تحت شکنجه بوده. من میگم حالا برفرض که چنین چیزی اصلا ممکن نیست، حالا برفرض آقا فشار که سند نمیسازه، سند یه چیز جداگانه است. مثلا فرض کنید یه دزدی رو میگیرن، یه سارقی رو میگیرن، میگه اموالی رو که دزدیدم، اموالی که سرقت کردم در فلان نقطه دفن کردم، میرن اونو میگیرن، بعدا نمیتونه بگه اینجوری نیست، این سند دیگه. اینا من خدا بر درجاتش بیفزاد شهید شهسواری رو، شهید شهسواری در حالی که شهید شهسواری اسیر صدام شده، اسیر نیروی بعثی عراق شده که تلویزیون پخش کرد دیگه، در حالی که دستاش بسته است یه دفعه بلند میشه فریاد میزنه مرگ بر صدام ضد اسلامی، اینو همه شنیدن. اینو بذارید کنار بعضی از اینایی که سوال بعدی این است که شما مگه نمیگید که اینا پیشتازن و اینا پیش قراولن، این چه پیش قراولی که همچین که شیرکاکاوش قطع میشه راحت حرف میزنه؟ حد اقلش این استش که اینا که به این راحتی تسلیم میشن، به قول خودتون به این راحتی تسلیم میشن، خب ببینید حالا در مقابل دون پاشیدن های غربی ها چگونه تسلیم میشن. آقای یورگن هابرماس اردیبهشت 1381 برای ارزیابی پروژه آمریکایی گذار به دموکراسی که قبلا آقای جان کین مطرح کرده و براش کارگاه آموزشی گذاشته وارد ایران میشه. آقای یورگن هابرماس به دعوت آقای عطاالله مهاجرانی میاد. من اینا رو اسم میبرم چون اینا دیگه الان فراری هم دیگه ببین نداره. به دعوت آقای عطاالله مهاجرانی میاد. یورگن هابرماس میده. یورگن هابرماس تنها باقی مانده اصحاب فرانکفورت. مکتب فرانکفورت که مارکوزه توش بود و غیره. این تنها باقی مانده است. سن بالایی هم حدود 90 سال داره. نمیدونم الان زنده است یا نه. ایشون در اروپا و غرب مشهورترین نظریه پرداز نافرمانی مدنی. نه اینکه قبلا هم یه شبه مارکسیسم داشتن، یه شبه ارتباط از نوع مارکسیسم اروپایی. هم که آقای روژه گاردی اینا داشتن و بعدش هم برگشتن، یه شبه این. ببین ایشون میاد اینجا ملاقات‌های چند ساعته داره. با بعضی از افرادشون میگم، با آقای محسن کدیبر، با آقای عطاالله مهاجرانی، با آقای محمد مجتهد شبستری. با چند تای دیگه که بعضی از اونا از ما شکایت کردن که شما به چه دلیل میگید اینا اومدن، دلیل خودشونه، ولی سنداشو بعدن باید مطرح کنن. ایشون کسی هستش که به برخی از کسانی که برخی از مدعیان اصلاحات که از گذشته خودشون پشیمان شدن بهشون میگه، اسم نمیبرم، مثل اون کسی که میره با باری روزن جاسوس آمریکایی ملاقات میکنه، به اینا لقب انقلابیون مأیوس میده. این انقلابیون مأیوس هر کار این آقای یورگن هابرماس دیگه زیادی مون. آقای ریچارد رورتی جمعه شب 22 خرداد 1383 وارد ایران میشه. ایشون برجسته ترین نظریه پرداز عملیات سری CIA برای راه اندازی جنگ های عقیدتی و قومیه. البته رورتی چند سال پیش مرد و دیدگاهی که داشت رو بعدن ریچارد هاس در مورد ایران پیاده کرد که بهش خواهم پرداخت. من اگه اجازه بدید اینجا بد نیستش که به یک گوشه از رورتی، از نظرات رورتی گوشه ایشو
اشاره میکنن. ببینید آقای رورتی وقتی که اینجا میاد با آقای داریوش شایگان نشست داره، با آقای رامین جهانبگلو نشست داره، سخنرانی در خانه هنرمندان داره، دیدار با روزنامه‌نگاران به تعبیر اون اصلاح طلب و روشنفکران سکولار داره، پیشنهاد برخی از تزهای دانشگاهی رو میده که بعداً دنبال میشه توسط بعضی از نشریات هم، بعضی از مراکز دانشگاه، مراکز انتشاراتی هم منتشر میشه که من اجازه بده دیگه اونا رو نگم. خب ببینید ایشون عرض کردم که آقای رورتی میاد. آقای رورتی نظریه‌ای داره. من یادم یه دفعه که در این باره یه صحبتی میکردیم، یکی از این آقایون استاد دانشگاه میگفتش که اونم رشته‌های علوم انسانی میکنه، میگفت این رورتی تمام معلومات ما، تمام چیزای ما دروس اینه. میگفت البته ما چون حالا ریشه‌های اسلامی داشتیم باور نمیکردیم، ولی اصلا مبانی اینه. ایشون یه نقطه نظری داره در مورد این گونه حرکت ها تحت عنوان ائتلاف سفید. ائتلاف سفید معروف مال این وایتالی اصلا معروفه. ائتلاف سفید چیه؟ اجازه بدید من اینجای به این اشاره کنم بعد برم سراغ بقیه. رورتی میگه ما اگر بخوایم، با صراحت میگه در مورد ایران ها، چون دو بار اومده ایران، این رورتی دو بار به ایران اومده، رورتی میگه که ما اگر قرار بشه که مخالفین رو علیه نظام حکومت، علیه حکومت، همشون رو میگن حکومت دینی، علیه حکومت اسلامی و دینی بر بیانگیزیم، مخالفین خودشون چند تیکن، تیکه تیکن، اگر بخوایم اونا رو جمع کنیم نیاز به یه محور ائتلاف داریم. محور ائتلاف اگر خط باشه تعداد کسانی که ائتلاف میکنن کم خواهد بود. راست میگه. حالا خط رو من تعریف هندسیشو نمیگم، چون تعریف هندسیش خط بی نهایت نقطه است، ولی تعریف خودمون، تعریف به اصطلاح متعارف، حالا عامیانه‌شو میگم، و اون این است که میگه یعنی اگر قرار باشه که ما مخالفین رو بگیم روی چند تا نقطه اتفاق نظر داشته باشن، این امکان این ائتلاف شکل نمیگیره. ببین همه اونا باید روی یک نقطه جمع بکنیم. به این دلیل بهش میگه ائتلاف سفید، که میگه بقیه دیدگاه ها رو فعلا میذارن کنار. ببینید همون جنگ احزاب درست بعد از این است که شما میبینید که ائتلاف ها شکل میگیره. یک شخصی در داخل ایران، یکی از مسئولین، یکی از به اصطلاح همین حالا فعالان و کنشگران سیاسی، حالا به تعبیر خودشون، همون موقع میگه یه نکته ای داره، میگه ما در انتخابات بعدی، انتخابات، بایستی هممون روی یک نقطه اتفاق نظر داشته باشیم، که البته بعداً ما یه جایی اینو مطرح کردیم، ایشون با من تماس گرفت و گفتش که من نظر رورتی رو از شما شنیدم، ولی من منظورم این نبود. خب راست میگه. حالا جناب شریعت مدار، این موضوع مهمه، همین نظریه رورتی که در علوم اجتماعی بسیار بسیار معروفه، ما میبینیم عملیاتی میشه. یعنی در ایران شما از مریم رجوی تا رضا پهلوی، به قول بعضی ها سایت ها، از گوگوش تا سروش جمع میشن، و این یعنی این که اینها موفق میشن در تئوریزه کردن اون در واقع توطئه ای که میخوان بر ضد نظام جمهوری اسلامی طراحی کنن. دقیقا همینه. ببینید آقای دکتر، شاید این نظر من بعضی قبول نداشته باشن، ولی من براش دلیل دارم. من معتقدم ما دو خط بیشتر نداریم. حضرت امام اینو میفرمودن، به اعتبار از امام و حضرت آقا میفرمودن، یکی خط اصیل اسلام و انقلابه، یکی هم خطوط دیگه است. به قول خداوند تبارک و تعالی، فما ذا بعد الحق الا الضلال، بعد از حق دیگه گمراهی. حالا این گمراهی تا چه حده، زاویه با اون خط اصلی چقدره، فرقی نمیکنه. ولی به قول حضرت امیر علیه السلام، گوسفندی که از گله جدا میمونه تومه گرگه. همه اونایی که از این خط اصیل جدا میشن خیلی راحت جمع میشن. شما ببینید بعد از اون، همونطوری که اشاره کردید، منافقین میان، بهائی ها میان، مارکسیستا میان، سلطنت طلب ها میان، به قول شما از سوش تا گوگوش، همه اینا جمع میشن. حتی عبدالمالک ریگی،
ببین عبدالمالک ریگی شما توی عناصر پخش میکردیم من توی دیدم قبل از اینکه بیام، عبدالمالک ریگی دو بار با وی او ای مصاحبه میکنه و در مصاحبه خودش میگه من اعلام میکنه، میگه من حاضرم گروگانهایی رو که از نیروی انتظامی ایران گرفتم در قبال آزادی دوستان اصلاح دوستان جنبش سبز که بازداشت شدن اینا رو به صلاح تاخت بزنیم، حاضرم مبادله کنیم. دو بار با وی او ای. خب ببینید همه با هم جمع میشن و هیچ کس هم تکذیب نمی کنه. چرا تکذیب نمی کنن؟ شما ببینید اینا ظاهراً با هم مخالفن. من اینجا این نکته ای را اشاره کنم اگه شما اجازه بفرمایید، بخاطر که میتونه در آینده هم برای فتنه‌های بعدی هم میتونه ملاک باشه. یه فرمول اینجا هست که این فرمول یه فرمول علمیه، فرمول خیلی دقیق و خوبیه و اون این که ببخشید خواهش میکنم سلام الله علیه الحسین، میگن هر وقت دیدید که گروه های نامتجانس، افراد، احزاب و گروه های نامتجانس با همدیگه ائتلاف کردن، برای اینکه ببینید هدف ائتلاف چیه نباید به تابلویی که بلند کردن نگاه کنید، اون تابلو معتبر نیست. این تو تمام تکست های سیاسی هست، اون تابلو معتبر نیست، بلکه برای اینکه هدف رو پیدا کنید یه فرمول هست، باید از مواضع اونا مخرج مشترک بگیرید. یعنی ببینید همه اونا رو چه نقطه میتونن اتفاق نظر داشته. شما نگاه کنید منافقین، بهایی ها، مارکسیست ها، سلطنت طلب ها، ریگی و همه گروه ها بودن، حتی کومله. شما میدونید که کومله ساخت بهایی هاست دیگه، کومله، حزب دموکرات، همه اینا هستن. چرا همه اینا هستن؟ رو چه نقطه تو اینا مشترکه؟ براندازی نظام. یعنی فقط نقطه مشترک براندازیه. حالا ببینید اگه اجازه بدید من بقیه افرادی هم که اومدن اسمش رو فقط ببرم. خواهش میکنم چون وقتمون کم هست، من یه سوال دیگه هم دارم. شما اینی که خواستگاه نهم دی چی بود که توانست این برنامه ها با این عظمت تا یه 30-40 سال، یعنی حداقل 30 سال بعد از انقلاب اسلامی طراحی شده، این مثل کف روی آب اینا فرو میشینه و اون زلال آب بالا میاد و روشن میشه، خواستگاه این چیه؟ ببینید یه تفاوتی انقلاب ما با سایر انقلاب ها داره و اون این که ایدئولوژی انقلاب همراه انقلاب نیومده، وارداتی نیست. مثلا در انقلاب اکتبر 1917 شوروی سابق مارکسیزم از راه رسیده برای مردم روسیه تزاری شناخته شده نبود. مردم یک میخواستن از ظلم تزارها بیان بیرون، یه افق طلایی هم مارکسیستا نشون میداده. لذا میبینید که مثلا آقای لنین وارد فرودگاه، وارد ایستگاه قطار مسکو که میشه، یه تز اقتصادی داره که معروف میشه به تز اقتصادی پای واگن، وقتی اونجا مد. بعد از یه مدت تز اقتصادی نپرو میده. بعد آقای خروشچوف راه رشد غیر سرمایه‌داری رو پیش میکشه، ماو شکل دیگه ای، نهایتا آقای گورباچوف گلاسنوست رو پیش میکشه، بعدش هم بساطش برچیده میشه و به قول حضرت ما میره توی زباله، میره توی یعنی بالاخره به تاریخ میپرنده و تموم میشه. ببینین اما در ایران، در انقلاب ایران اینطوری نیست. در انقلاب ایدئولوژی انقلاب، مکتب انقلاب همراه انقلاب نیومده، از قبل بوده. بنابراین وقتی که حضرت امام، مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از پاریس یا از نجف پیام میدادن و میفرمودن خداوند شهدای شما رو با شهدای بدر و احد و حنین و کربلا محشور کنه، مردم بدر رو میشناختن، احد و حنین و کربلا رو، همه اینا رو میشناختن. بنابراین براشون به قول استاد مطهری ندای امام رو در دل خودشون آشنا. با این حساب دو تا ویژگی هست، یکی این که نسخه انقلاب قابل تحریف نیست، دوم این که موضوع انقلاب عجینه و موجودیت مردم. از این جهت هستش که شما وقتی که علیه امام حسین، وقتی که روز عاشورا اون ماجرا پیش میاد و مردم رو ببینید، در ضمن مردم نگاهشون به رهبر بود. من اینو اجازه بدین در یه دقیقه بگم. ببینید یه تفاوتی هست بین
حالا و صدر اسلام. در صدر اسلام نگاه‌ها عمدتاً به خواص بود. برای اگر خواصی یکی از خواص میلغزید، به خاطر که هنوز اسلام گسترده شد، یکی از خواص میلغزید، عده‌ای باهاش میلغزیدن. اما حالا نگاه‌ها به خواص نیست، حالا نگاه‌ها به خود رهبره. برای اگر یکی از خواص بلغزه، کسی رو نمیلغزونه، بلکه خودش به قول آقا رفوزه میشه و سقوط میکنه. یه چنین وضعیتی هست. من اینم عرض بکنم که این آقایون، شما به این نکته نپرداختیم که علاوه بر اینها که ملاته تعداد زیادش مونده، علاوه بر اینها شما میبینید که حمایت‌های آشکار، یعنی ببینید آقای دکتر، فتنه 88 به گونه ای طراحی شده بود که اونا مطمئن بودن پیروز میشن. چون مطمئن بودن پیروز میشن، از قبل پیروزیشون رو اعلام کردن و این به نفع ما شد. یعنی این در تحولات خیلی موثر بود. این آقایون ببینید، آقای شیمون پرز میگه که اینا بزرگترین سرمایه اسرائیلن. آقای اوباما رسما میاد اسم میبره، اصلا نباید این کارو بکنه. معمولا برای اینکه چنین تصمیمی بگیرن معمولا چندین ماه طول میکشه، ولی اینکه با صراحت میاد. بقیه هم ببینید، هیچ یک از این آقایون تکذیب نمیکنه. چرا؟ حالا اجازه بدید من یه لطیفه هم بگم. میگن که آقای رفت پیش دکتر و گفتش آقای دکتر، من چند شبه که یه هفته از خواب میبینم شبا با تو تیم گرگا بازی میکنم. دکتر یه دوایی داد، داروی داد، گفت خب این رو مصرف کن از امشب دیگه. خب نمیشه از فردا شب مصرف کنم. گفت چرا از امشب مصرف کنم؟ گفت آخه امشب فیناله. گفت پس تو خودت هم یه حسابی داری. من میخوام عرض بکنم که ماجرای پیچیده، مهار شده، و اما قبل از همه و بیش از همه نگاه و بصیرت آقا بود. این از قول USA Today بگم، USA Today به نقل از American Enterprise نقل میکنه، میگه مشکل اصلی ما در ایران وجود شخصی است به نام آیت الله خامنه‌ای، من خود اسمش آیت الله خامنه‌ای، که در میان مردم خودش که اولا نقشه راه ما را میشناسد و ثانیا در میان مردم خودش از اعتبار از اقبال توأم با اعتماد برخورداره. سپاسگزارم جناب آقای شریعت‌مداری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و تشکر می‌کنم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بود.